کسی نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی پشتن به تو دیوار. بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، به برنامه نبه اعدام خوش آمدید. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فرد در اتاق فرمان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ابتدا راه‌های تماس با کمیته بین المللی علیه اعدام را با هم مرور میکنیم. در برنامه این هفته نه به اعدام درباره چند موضوع متفاوت با حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام مصاحبه خواهیم کرد. حسن صالحی سلام، خوش آمدید. بسیار ممنونم. منم خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ممنونم. حسن صالحی، ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی همچنان مشغول اعدام و کشتن انسان هاست. به نظر شما راهی هست که جلوی این اعدام‌ها گرفته بشه؟ طبعا راهی هست، ولی بذارید من یه اشاره داشته باشم که به این مسئله که مشاهده شما درسته. اولا جمهوری اسلامی علارغم این که با اعتراض جامعه بین‌المللی هم همیشه روبرو بوده و اعتراضات مردمی در تنهای اعتراضات مردمی در داخل کشور هست، به خصوص در رابطه با جنایاتی که انجام میده، ولی همچنان به اعدام ادامه میده. گرچه اعدام در برخی موارد مسئله مربوط به کیس های مواد مخدر یک درجه کاهش پیدا کرده، با این حال من مروری داشتم به اعدام ها در طی ماهای اخیر. به طور متوسط بین 25 تا 30 نفر هر ماه اعدام شدند که از نظر ما که برای لغو اعدام و برچیدن بساط اعدام در کشور مبارزه میکنیم، حتی یک دونه از ما هم زیادی هستش و اینها تازه آمار ارقامیه که به طور علنی منتشر میشه، ولی بعضی مواقع هم به طور مخفیانه کسایی رو اعدام میکنن یا اعدامهای صورت میگیره که جایی بازتاب علنی پیدا نمیکنه. به این معنا شاید تعداد اعدامها بیشتر از این هم باشه. تصور من اینه که راستش ما از اعدام ها تو ایران خلاص نمیشیم تا زمانی که جمهوری اسلامی رو سرنگون نکرده باشیم. یعنی جمهوری اسلامی تا مادامی که بر سر کار، حتی موقعی که در هزیمت ممکن دست به اعدام بزنه برای نجات بقای خودش، این به خاطر داشته باشیم که این رژیمی هستش از بعد و سرکار اومدنش اصلا با اعدام و اعدام کردن مخالفین سیاسی، فعالین کارگری، مبارزین آزادی خواه متولد شد و این رو این ابزاری بوده که در طول حیات خودش نگه داشت. جمهوری اسلامی بدون اعدام شاید نتونه حتی یک روز به ادامه حیات خودش بپردازه و بتونه بساط حکومت خودش رو حفظ بکنه. بنابراین مبارزه علیه اعدام به یک معنا مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده به یک معنا، و این به این معناست که امروز که در جامعه ایران یک مبارزه همه‌جانبه و گسترده علیه جمهوری اسلامی هست، در مراکز کارگری، در دانشگاه ها، در صحنه‌های دیگه، بخش‌های دیگه جامعه این مبارزات هست، باید هرچی بیشتر تعرضی تر به پیش برده بشه و با همراه باشه با اعتصابات، اعتراضات سراسری برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی، نگفتن به همه دار دسته های جنایتکار جمهوری اسلامی که در این اعدام ها و ارتکاب این جنایات علیه بشریت شریک هستند. و طبعا یکی از این خواست ها باید خواست لغو اعدام، مجازات اعدام از قوانین قضایی کشور باشه،
و باید آماج حملات مردم کلا متوجه ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی، تعرض به قوای قضایی جمهوری اسلامی و همه دم و دستگاه سرکوبش باشه و همه جا این خواست رو فریاد بزن. طبعا اگر چنین فضای حاکم باشه و چنین اعتراضات همه جانبی علیه جمهوری اسلام باشه، عرصه هم بر جمهوری اسلامی تنگ خواهد شد. در چنین شرایطی طبعا اگر جمهوری اسلامی هم دست به اعدام بزنه، هزینه اعدام کردن برای جمهوری اسلامی سنگین خواهد شد. آها. و ما باید این کار بکنیم. بله، این که میگید هزینه هر اعدام باید برای جمهوری اسلامی سنگین باشه، میشه یکم دقیق تر برای ما اینو توضیح بدید؟ بله حتما. ببینید، ما موارد زیاد داشتیم که کمپین های جهانی علیه موارد داشتیم که محکومین به اعدام و بعضی از این کمپین ها که کم هم نیستن موفق بودن و کسانی رو از اعدام نجات دادن. اینا رو دوستان مواردش رو قبلا در برنامه مختلف ما بحث کردیم. منتها فرض کنید در مورد مثل رامین حسین پناهی، ما یک کمپین جهانی و وسیع و گسترده ای را افتاد و علی‌رغم این کمپین را افتاد، متاسفانه جمهوری اسلامی اعدام کرد رامین و به همراه زانیار و لقمان مرادی اعدام کرد، ولی جامعه جواب شایسته به این اعدام داد. متوجه؟ به این معنا که در شهرها و مناطق مختلف کردستان ایران به فراخوان نیروهای اپوزیسیون یک اعتصاب عمومی برگزار شد و مردم جواب این جنایت جمهوری اسلامی رو با برگزاری یک اعتصاب عمومی، بستن بازار و مراکز کار تا اونجایی که میتونستن دادن. و جمهوری اسلامی متوجه شد وقتی که دست به اعدام میزنه، جامعه قبل از اعدام اعتراض داره و بعد از اعدام هم سر صداش خوابیده نمیشه، بلکه به اعتراض ادامه میده و جوابشو با یک اعتصاب عمومی میده. خب این خیلی پرهزینه بود برای جمهوری اسلامی و درست جان سه عزیز رو گرفت از ما و خانواده های رو داغدار کرد، ولی جامعه نشون داد که اولا یاد این عزیزان رو گرامی میدونسته، مبارزی بودن، فعال سیاسی بودن، گرامی میدونه، اونا رو فرزندان خودشون میدونه و در این حال پاسخ میده به این جنایت جمهوری اسلامی. ما مرعوب نمیشیم، به خونه نمیریم و جلوی جنایتکاری شما میایستیم. یعنی من فکر میکنم جمهوری اسلامی اگر با این اعتراضات و این حق‌خواهی روبرو بشه، اون موقع دست به عصاتر خواهد بود در اعدامهای آتی و استخاره میگیره که فضا چطوریه، میسنجد آیا اعدام به نفعشه یا به نفعش نیست، یا موجب اعتراضات بیشتر میشه. از نظر ما هر تک اعدام راستش مهم نیست چی باشه چی باشه. طبعا کیس های سیاسی آدم های بیشتری رو مشارکت میده و دخیل میکنه در این کمپین های علیه اعدام، ولی هر اعدامی که باشه آدم کشی محسوب میشه، جنایت محسوب میشه و جامعه باز از خودش واکنش نشون بده و جمهوری اسلامی رو متوجه این بکنه که با هر اعدامی باید هزینه گزافی رو بپردازه و اینا باز دست به حصار را برن، به طوری که ما بتونیم این به تدریج به هر حال ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو فلج کنیم. بله ممنونم. حسن صالحی، به نظر شما جامعه به چه درجه ای از آگاهی و رشد باید برسه که بتونه با اعدام مقابله بکنه؟ به نظر من جامعه باید به اینجا برسه که بیشتر حداقل اکثریت آحاد جامعه بگن که اعدام یک قتل عمد دولتی، اعدام یک جنایته، اعدام یک جنایت دولتی، جنایت سازمان یافته دولتیه. این قتل عمد دولتی رو ما سالهاست به کار میبریم و عبارتی که زنده یاد منصور حکمت به کار برد در مبارزه علیه اعدام، به این معناست که شما یک قتل یا یک جنایت یا اتفاقی در جامعه میفته منجر به مرگ یه نفر تو جامعه میشه، نمیشه با قتل جوابش داد و اونم قتل سازمان یافته.
این نقض غرضه. شما میخواین جلوی یک قتل رو در جامعه بگیرید، در عوضش دولت میاد خودش یک قتل رو انجام میده. این پوششیه که برای اعدام به کار میارن. میگن ما میخواین جلوی جرم جنایت رو بگیریم، جنایتکاران رو اعدام میکنیم، ولی دولت خودش میشه همون جنایتکار. و اگر قتلی به طور برنامه ریزی شده صورت گرفته، دولت میاد و به طور سازمان یافته زمان و مکان و وقت رو تعیین میکنه و یک نفر رو میاره و با یک برنامه از قبل ادام میکنه. این یک قطع عمد دولتیه، جامعه نمیتونه اینو بعد بگذینه. اعدام ترویج خشونت، گسترش انتقام جویی در جامعه است و مقابله به مثل مثلا جان در مقابل جان، گوش در مقابل گوش و وحشیگری هایی از این دست که مطابق قانون قصاص جمهوری اسلامی فرموله شده، قوانین قرون وسطای جمهوری اسلامی. جامعه مدرن نباید اینو بپذیره و آحاد جامعه نباید اینو بپذیره. حتی اونجایی که وقتی که اعدام ها در مورد کیس های سیاسی هست که در ایران به هولوکاست اسلامی ما اسمش گذاشتیم، جنایاتی که در دهه 60 اتفاق افتاد و هزاران نفر از بهترین انسان‌ها، فرزندان و مردم رو به دلیل اینکه برای آزادی، برای زندگی بهتر، برای عدالت اجتماعی مبارزه کرده بودن به قتل رسوندن، خب جامعه توجه بیشتری میکنه، افکار عمومی دلسوزی بیشتری از خودش نشون میده، واکنش اعتراضی بیشتری نشون میده. ولی در موارد دیگه شاید نه. مشکل ما هم همینجاست که متوجه نیستن یک عده‌ای که جواب بزهکاری، جنایت و قتل در جامعه اعدام نیست. با اعدام ما مشکلی رو حل نمی کنیم، بلکه قتل و خونریزی و آدمکشی رو در جامعه ما نهادینه می کنیم. ما باید این رو از بین برداریم. بسیاری از کسایی که دست به بزهکاری و جنایت و قتل می زنن یک دلایل اجتماعی داره، زمینه‌های اجتماعی داره. جامعه باید بدونه به خاطر اینکه تیغ بکشه رو افراد خودش، احاد خودش، شهروندان خودش، به جای اینکه این کارو بکنه باید بره اون زمینهای اجتماعی بروز همچین مسائل و مشکلاتی رو حل بکنه. بیکاری منجر به این میشه که یه عده به مواد مخدر روی بیارن و دادستان مواد مخدر به خاطر روزگارشون رو بگذارن. خب شما مشکل بیکاری رو حل کن، کسی دنبال اینها نمیره. فقر نداری به دزدی می انجامه و شما این مشکلات حل بکن، این اتفاقات نمی افته. آزادی اگر بر مردم در رفاه و خوشبختی در سعادت زندگی بکنن، چرا باید دنبال بزهکاری و جنایت و از این مسائل برن؟ بلاوه یک اقدام پیشگیرانه اینه که این مسائل حل کرد، بلاوه این که بالاخره کسی هم مرتکب این اقدامات جنایتکارانه شد، باید شانس امکان این داشته باشه خودش اصلاح بکنه و دوباره به جامعه برمیگرد. یعنی من میخوام بگم دید جامعه باید این باشه و به این سمت بره. وقتی شما کسی رو اعدام میکنید، صرف نظر از این که کیسی سیاسی باشه، کیسای بزهکاری باشه یا هر چیز دیگه، شما دارید میگه جون و نفس حیات انسان براتون ارزش نداره. جامعه ای که بگه نفس حیات انسان برای من ارزشی نداره، این پیش درآمدی میشه که خودشو لگدکوب بکنه، حقوق دیگه خودشو از بین ببره، بیارزش بشه جان آدمیزاد. وقتی بیارزش میشه به نظرم حق و حقوق دیگه شم کم کم بیارزش میشه. این کاری که دارن میکنن، اعدام میکنن، تو سرت میزنن، تحقیرت میکنن و بعد از همه حقوق دیگر محرومت میکنن. و جالبه بدونید چهار تا کسی که یک دزدی کوچک میکنه دستش میزنن، پاش قطع میکنن و یا اعدامش میکنن و تو جامعه ما دزدان واقعی حاکمن و دارن پول به جیب میزنن، تو جیب گشادشون میریزن و آقایی و سروری میکنن تو جامعه ما. نفس اعدام ظاهرا برای اینه که حاکمیت اون مفکران رو حفظ بکنه و بقیه رو که دارن لهله میزنن توی جامعه و زیر فشار دارن خرد میشن، اونا رو بترسن و سر جای خودشون بشونن. بنابراین
من میگم جامعه باید خیلی اوریان بیاد بگه که ما این سیستم رو نمیخوایم، این سیستم قضایی رو نمیخوایم، ما این نگاه رو نمیخوایم. ما میگیم اعدام قتل عمد دولتی است، جنایت دولتی است، جان انسان ارزش داره، نفس حیات انسان برای ما مهمه، کسی نمیتونه اینو بگیره، بهش تعرض فیزیکی بکنه، شکنجه بکنه، کسی رو مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرارش بده و اینا نباید در جامعه باشن. برای مقابل با جرم جنایت هم باید زمینهای اجتماعی رو عوض کرد، باید شانس داد به کسایی که مرتکب جرم میشدن و امکان بازگشتشون جامعه رو فراهم کرد. وقتی که جامعه به اینجا برسه که خیلی رو در رو میگه اعدام نه، ما این اعدام رو نمیخوایم، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه، جمهوری اسلامی نمیتونه که دیگه تحت عنوان این که خب اینا مجرمن، افکار عمومی با من هستش و بنابراین میتونم اینا رو اعدام بکنم، این کارو بکنه. واکنش نشون میده جامعه، میگه جان انسان عزیز، این کارو نکن. بله، در راستای سخنایی که گفتید همیشه گفته میشه که اعدام وسیله‌ای برای ارعاب جامعه است. به نظر شما جمهوری اسلامی تا کنون چقدر در مرعوب کردن جامعه موفق بوده؟ به نظر من چندان موفق نبوده، بخصوص در دوره اخیر. اون چیزی که ما شاهدیم با دوره‌های پیشین متفاوته. خب فرق میکرد دهه 60، خرداد 60، سرکوب آغاز سرکوب‌های خرداد 60 بعد از اینکه جمهوری اسلامی خودش رو مستقر تونست بکنه با سرکوب و کشتار و هزاران زندانی سیاسی، و بعد تابستان سال 60 بعد از پایان جنگ ایران و عراق، اونها با این کشتارها سعی کردن این فضای رو به وحشت رو به وجود بیارن، فضای گورستانی رو به وجود بیارن. اگر یادتون باشه در روزنامه می نوشتن فلانی فلانی اعدام شده، یک بساطی بود و اعترافات تلویزیونی را می انداختن و می آوردن و مردم رو مجبور می کردن که پشیمانه ابراز ندامت و پشیمانی می کنن، با رهبر امام مثلا ابراز همبستگی بکنن، از این چیزا. و خب تا یک درجه به یک اهدافش رسید جمهوری اسلامی، یعنی جامعه در موقعیت خوبی قرار نداشت، ولی امروز اینطور نیست. امروز اون دوره رو ما مدت هاست پشت سر گذاشتیم. جامعه بسیار بیشتر تعرضی تره، طلبکار تره و واکنش نشون میده. به این معنا اعدام ها هر درجه سرکوبی به طور موقت یه تأثیراتی میذاره. به این معنا خب شما یک رهبر کارگری ممکنه بگیرید اعدام بکنید، تأثیر کوتاه مدتی رو اون اعتراضات کارگری میذاره فرض کنید، یا اگر کسی رو دستگیر بکنه تاثیر کوتاه مدتی میذاره، ولی در دراز مدت میبینید توف سرباله شده برای جمهوری اسلامی این حربه. چرا که گرفتن، شکنجه میکنن، یارو میاد میگه که من شکنجه شدم، شما رو به چالش میکشن و تو جامعه واکنش نشون میده، میگه آقا من هم شکنجه شدم، 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی برای همه ما شکنجه بوده و یه جنبش ضد شکنجه را میفته توی مملکت. فلانه رو دستگیر میکنن، هدف دستگیری ها مرعوب بکنن، همه میان میگن که ما افتخار میکنیم دخترمون به خاطر این مبارزه، مادر فرض کنم پروین محمدی که دستگیر شد فعال کارگری، افتخار میکنیم که دخترمون در این راه برای انسانیت، برای حقوق کارگران مبارزه کنه. آقای محمود صالحی میاد میگه که من الان هیچ باکی ندارم دستگیر بشم، چون که میدونم اگه دستگیر بشم تمام اعضای خانواده من این راه رو ادامه میدن، متوجه؟ و وقتی که فیلم اعترافات سپیده قلیان و فرسان آقای بخشی رو، اسماعیل بخشی رو از رهبران محبوب کارگر نشیک رفتپه رو منتشر کردن، بالاخره مردم واکنش نشون دادن و جلوشون ایستادن و این اعترافات محکومه. بله بله، ممنونم. موضوع دیگری که ما در این برنامه میخواییم بهش پرداخته بشه موضوع مادران خاوران و نقش اونهاست. متاسفانه در هفته‌های اخیر 2 تن از مادران خاوران از میان ما رفتند. میشه در رابطه با مادران خاوران و نقش اونها در حدود 4 دقیقه برای ما توضیح بدید؟ بله، با توجه به وقت برنامه. ممنونم. خواهش میکنم. ببینید، بله درست میگید. بله.
مادر لطفی زندانی سیاسی که در سال 67 اعدام شد، متاسفانه فروغ تاجبخت اسمش هستش، فوت کردن، درگذشت، ما رو تنها گذاشت، از میان ما رفت. و چند وقت پیش از این هم مادر امیر شکاریا، مادر سه فرزند فعال سیاسی، زندان سیاسی که همه اعدام شدن، و آقای حمید امیر شکاری، دوست نزدیک من بود، اون هم به دلیل کهولت سن درگذشتن. این مادران قهرمانان جنبش ما هستند. این مادران پیشکسوتان جنبش دادخواهی در ایران هستند، جنبش دادخواهی برای اون جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده. این مادران آبرو و وجدان آگاه جامعه ایران هستند در مقابل اون قساوت و بیرحمی و وحشیگری که جمهوری اسلامی در عرض این 40 سال از خودش نشون داده. اینها پایگزار جنبشی بودند که در اون دوران سیاهی که من اشاره کردم، از سال 60 نهاد مادران و خاوران تخمش گذاشته شد، بذرش کاشته شد، در صف انتظار خبر شنیدن اعدامی هایشون که فرزندانشون کجا اعدام کردن. و اینها نقش مهمی داشتن در اون زمان. ببینید در 60 مثل الان اینترنت نبود، تلگرام نبود، فیسبوک نبود، اینها بودن که پیام‌آوران حق خواهی بودن، اینها بودن که ظلم جمهوری اسلامی رو میرفتن با اعتراضات خودشون یه طوری منعکس میکردن و در محافل خودشون یاد عزیزانشون گرامی میداشتن، در گورستان و گلزار در واقع خاوران میرفتن یاد عزیزانشون رو گرامی میداشتن. اینها پیدا کردن قرنهایی که دست جمعی بود و دفع کردن و افشا کردن، و اینها در مجامع بین المللی نامه هایی که می نوشتن، هر جایی که به دستشون می رسید، مقامات بین المللی و جهانیان رو از جنایاتی که در ایران می گذشت با اطلاع ساختن. بنابراین اینها خیلی نقش مهم می داشتن. اینها در قلب و مبارزه هر روزه ما برای جنبش دادخواهی، برای اینکه جمهوری اسلامی و سرانش رو به پای میز محاکمه بکشونیم، جا دارن. و اینها نقش مبارزهشون خیلی مهمه برای تحقق آزادی در ایران، به خاطر اینکه کسی دیگه ای رو، به خاطر اینکه حرف دیگه ای میزنه، به خاطر اینکه مبارزه میکنه برای عدالت، مبارزه میکنه به رفاه، به جوخه اعدام نسپارن، نقش مهمی داشتن. چون که اینا خواستشون همین بود که ما به کسی دیگه در آینده ایران اجازه ندیم خون جوانای ما رو بریزه، به خاطر اینکه حقان و مبارزن و اونها پیش قراوران جنبش اعدام، جنبش ضد اعدام در ایران بودن. بله، ممنون از جوابای کاملتون. حسن صالحی، ممنونیم که در این گفتگو با ما بودید. سپاسگزارم. خواهش میکنم. بینندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های نبه اعدام رسیدیم. به امید روزی که شاهد اعدام نباشیم. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی‌فر اوقات خوشی را برای شما آرزومندیم. شاد باشید. خودم بازی اون خودم برم، ولی کسی نمیذاریم بکشن اینجا. الان اون هستی خوشم مثل دیوار.